بدترین کاری هم که کرده هر چقدر که مغز متفکر جهان شیعه آمده از این جناب عرض کنم که امام جعفر صادق علیه السلام که اندازه یک کلاس دومی امروز سواد نداشته و بینش نداشته و عین ارتجاع بوده این امام برداشته از تئوری نور و کوانتوم و همه رو نسبت داده به این. آخه وقتی ما میگوییم فلان کس عالم بود، ارسطو عالم بود، فیثاغورس عالم بود، به چه دلیل؟ به دلیل کتابهاش. به چه دلیل؟ به دلیل فرضیه‌هاش. به چه دلیل؟ به دلیل آثارش، به دلیل نفوذش. آخه میگوییم امام جعفر صادق عالم بود، به چه دلیل؟ هیچ دلیلی نداریم جز ادعای پوچ رافضیون. حالا من از کنم علم این بزرگوار چند قطعه برای شما میخوانم از مجلسی تا معلوم شود میزان علم امام جعفر چقدر بوده. طول و عرض علم رو شما ببینید، بحر علم همینجوری داره موج میزنه و میاد جلو. در باب جماع، در باب عرض شود که گذاشتن نوره و رفتن به خلا، اینها علم این در این حدود بوده. اگر علم دیگری داره بیارید و ببینیم آقا، نشون بدید، بگید آقا این علمش بوده، در این دانشگاه این داستانا گفتن، این هم تفسیرهایی که بر علم ایشون شده، این هم کتابهاشه، به چه دلیل این عالم بوده؟ همینقدر میدانیم که ما این از نطفه عرض شود که پسر ابو طالب بوده. نطفه پسر ابو طالب چه معنی میده؟ که البته از اموال دیگران خوردن و این نطفه ها رو پس انداختن. خب حالا برویم سراغ این عالم بزرگوار باقر مجلسی. اینا رو بنده در نمیارم از خودم دوستان. ببینید اینا حلیت المتقین، شما هم میتوانید ببینید تهیه کنید. این آقا قدوه و اسوه آخوندهاست، یعنی هرچه اینها رساله نوشتن از این خمینی و اون نکبتی که مرد و چند روز پیش اسمش هم یادم رفت، مرعشی و غیره و زالک و اینها، از روی این از این مجلسی به اینها خط داده، خط شیعه، خط تشیع و فقه شیعه و اینها. حالا برای شما میخوانم، شما خودتان این عالم ربانی را قضاوت کنید. صفحه 70 از این کتاب، اینها مربوط است به آداب، در بیان آداب زفاف و مجامعت. اینها تخصص اینها در زیر شکم بوده، اساسا اندیشهشون به زیر شکم بوده، یعنی در واقع اگر کسی مسئولیتی نداشت، مال مفت خورد و خوابید، به فکر زیر شکم میفته یواش یواش، چون نه مسئولیتی داره، نه گرفتاری داره، نه غم فرزند، نه غم نان داره، میارن خمس و زکات را میخوری میفتی به جان این، عرض کنم که کلفت ها و کنیزکانی که اسیر کردن آوردن به اینها، اینا این بودن. غیر از این بودن بفرمایید ببینیم چی بودن، بیاریم ببینیم آثارشون چی بودن. آقا اینا رو بیاریم، مگه نمیگوییم که آدم مهم از اندیشه است دیگه؟ گویی برادر تو هم اندیشه، غیر اینا اندیشه ای داشتن، بیاید به ما نشان بدید آقا اندیشه چه بوده. این که خوب جماع میکرد امام جعفر صادق، که هر کس این کارو میکنه، ممکنه که حیوانات هم این کارو میکنه. دانشگاه به نام این آقاس در ایران. خیلی عذر میخوام از شما، من عینن میخونم دیگه. داستانه این که آقا فلان لغت رو تلویزیونی نیست یا نمیدونم چیز خلاف هست و اینا، از ما گذشته دیگه. واقعا اینا رو نوشتن این عالم ربانی در کتابش نوشته، ما هم میخونیم خدمت. خب در بیان آداب زفاف و مجامعت، بدون که زفاف کردن در وقتی که ماه در برج عقرب باشد یا تحت شعاع باشد مکروه است، و جماع کردن در وقتی که زن حایض باشد یا با خون نفاس باشد حرام است، و از ما بین ناف تا زانو از ایشان تمتع بردن مکروه است. میگوید که و حضرت صادق علیه السلام فرمود که دشمن ما اهل بیت نیست مگر کسی که ولد الزنا یا مادرش در حیض با او حامل شده باشد. و تنجیل در چنین حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که چون کسی خواهد با زن خود جماع کند، به روش مرغان به نزد او نرود، بلکه اول با او دست بازی و خوش طبعی بکند و بعد از اون جماع بکند. و در حدیث صحیح از جعفر صادق منقول است که در وقت جماع سخن مگویید که بیم آن است فرزندی که به هم میرسد لال باشد. ملازم فرمایید دریای علم داره امواجش میرسه به قرن 21 جعفر صادق، برای این بابا دانشگاه درست کردن در ایران. آقا خواجه نصیر دانشگاه لازم داره بابا جان،
میدونم یک شیخ سعدی، یک قیاس الدین کاشانی، یک کسی که خدمتی، یعنی این مزخرفات هم دانشگاه میخواد. خب بله، حالا چه کسی که فلان جای زن را ببوسد چون از فرمود باکی نیست؟ اینا همه تخصص حضرت صادقا. و حضرت صادق پرسیدن که اگر کسی زن خود را اوریون کند و او نظر کند چون از فرمود، مگر لذتی از این بهتر میباشد؟ و پرسیدن که اگر به دست و انگشت با فلان جای زن و کنیز خود بازی کند چون از فرمود باکی نیست، اما به غیر از اجزای بدن خود چیزی دیگر در اونجا فرو نکند؟ و پرسیدن که آیا میتوانند در آب در میان آب جماع بکند؟ فرمود باکی نیست. و در حدیث صحیح از حضرت امام رضا علیه السلام پرسیدن از جماع کردن در حمام، فرمود باکی نیست. و حضرت صادق علیه السلام فرمود که مرد با زن و کنیز خود جماع نکند در خانه که تف باشد، که اون تف زناکار بشود، و یا فرزندی که ازشان به هم برسد زناکار باشد. و از حضرت رسول علیه السلام مقبول است که فرمود به حق اون خداوندی که جانم در قبضه قدرت اوست، اگر شخصی با زن خود جماع کند و در آن خانه شخصی بیدار باشد که ایشان را ببیند یا سخن ایشان و نفس ایشان را شنود، فرزندی که ازشان به هم برسد رستگار نباشد و زناکار باشد. و چون حضرت امام زین العابدین علیه السلام اراده مقاربت زنان می نمودند، خدمتکاران را دور می کردند و درها را می بستند و پرده ها را می انداختند. زین العابدین بوده، می انداختند. و از حضرت صادق علیه السلام منقول است کسی با کنیزی جماع کند و خواهد که با کنیز دیگر پیش از غسل جماع کند وضو بسازد، و در حدیث صحیح وارد شده است که باکی نیست، با کنیز وضع کند. یعنی حضرت صادق لواطکار هم بوده، حدیث صحیح از او هست که در کنیز وضع کنید، باکی نیست. این دانشگاه نمیخواد آقا، این در هر شهری در دنیای دانشگاه میخواد. علمش تو ملازمی فرمایید، اینها عرض کنم امواج علم این جعفر صادق هست که به ما رسیده. ما اینا رو دیدیم از جعفر صادق. یه تعبیر خوابی هم داره که کتاب جوک هم حتی چیز نیست. اینا رو بنده نمیگم، ما بزرگترین و اجله و بزرگتر اجله علمای دین این باقر مجلسی در کتابش آورده. ملازم فرمایید چاپ هم شده در جمهوری اسلامی بخوانید. خب حضرت صادق میفرماید باکی نیست که با کنیز وضع کند، یعنی لواط بکنه با کنیز. حالا کنیز کی بوده؟ بدبخت بیچاره، ریختن عربای بی انصاف دوز، ریختن سر یه خانواده که مسلمون نیستی بگیر و ببند، مرده رو کشتن، زنش رو گرفتن و بردن که جعفر صادق باش وضع بکنه. با کنیز هر موقع که میخواد بگیرد وضع کند. این دستورات اسلام ها، چه دین پاکیزه و شریفی. ملازم فرمه اینا لیدرها و رهبراش بودن. با کنیز وقت کند و در خانه دیگری باشد که بیند و شنود. و مشهور میان علما آن است که با کنیز که مرد در میان دو کنیز بخوابد، اما مکروه است که در میان دو زن آزاد بخوابد. یکی میگویند اسلام بر مساوات هست و انما المسلمون اخوه، اینجا معلوم شده است که بین دو کنیز ارجی کنید به فرمان جعفر صادق، اشکالی نداره، اما دو زن آزاد رو نمیشود در بین دو زن لخت خوابید. حالا این که این بزرگان این دولت پربرکت در بین شش زن میخوابند به جهتی که اینها کنیزان هستن، خب به هر صورت این ملت غنیمت گرفته شده، زنان همه کنیز هستن. اکنون که ما اینجا صحبت میکنیم لایحه‌ای در مجلس هست که عرض شود که بدون اجازه زن چهار عقدی و چند صیغه ای اینها رایج بشود. حالا بنده نگاه میکردم به این دختران ورزشکار جهان، حالا شان جانسون یا اون خانم لزلی که 3 مدال المپیک داشت در بسکتبال، نگاه میکردم به اینها که جهان برای اینا کف میزدند و در اوج غرور افتخار مدال طلا میگرفتند. در کشور ما توصیه این است که آماده کنید دخترهای خود را از برای صیغه. و از همین حضرت امام جعفر صادق فرموده است اگر کسی دخترش در منزل 9 سالش بشود این روی بهشت نمی بیند، آمادش کنید از برای صیغه، بفرستید برود، بدهید به حمالان و هر کس می رسد این 9 ساله را. اگر در خانه حایض بشود، همین جعفر صادق. حالا ببینید که به چه پستی و فرومایگی این جامعه ما افتاده و ما کجای کار هستیم در جهان. و به شما عرض می کنم که هرچه
سرکوب ادامه پیدا می کند و مردم عقب نشینی می کنند و ساکت می شوند، اینها گام به گام این دستورات ارتجاعی و عقب مونده اسلام عزیز و شیعه گرامی رو به صورت قانون در جامعه رایج می کنند تا اینکه کل این نظرات مجلسی برآورده شود.